درود رفقا، آرش آرت فروشان هستم. با آموزش آهنگسازی قدم سوم فکر کنم. بچه ها، قدم های فردمون تجربیه، یعنی چیزی که من کاملا عملی و کاملا تجربی و بنابر چطوری بهتون بگم، دوران قدیمی که مثلا خودم چجوری آهنگسازی رو شروع کردم براتون مطلب میذارم. اما قدم دوم کاملا مپس فرق داره، تئوریه و خیلی قانونمنده. یعنی من تو دو مرحله با دو روش دارم به شما آهنگسازی رو یاد میدم. یک روش، روش دلیه، روش خودم، جوری که آرش آرتفروشان اصلا بدون دونستن تئوری موسیقی آهنگ ساخت. روش قدم های زوج ما و روش دوم ما، قدم دوم، چهارم، ششم که قرار براتون بذارم، روش تئوری و درستشه، اصولیشه. یعنی بچه‌ها اگه میخوان دو تا روش رو به نظر من دنبال کنید، ولی اگه میخوان مثلا دلی بذارن همین قدم های فرد جواب میده، ولی نه، اگه میخوان واقعا بفهمید قضیه چیه، چطوری این کار انجام میدی و در آینده ممکنه یه حرفی بزنم که متوجه صحبتم نشی، بگی چی شد این، چی گفتی الان، این دقیقا جوابش تو اون قدم های زوجه که دارم براتون میذارم. و کاورها اگه دقت کنین با هم فرق داره، سعی کردم شبیه به هم باشه اما تو رنگامیزی با هم فرق داشته باشه. و قدم های مثلا زوجمون که در مورد تئوریه به قرمز میزنه، قدم های فردمون هم به آبی میزنه، که همین جلسه هست که مثلا دارم براتون میذارم. این جلسه میخوام یکی از آهنگای فریدون فروغی عزیز رو براتون آنالیز کنم. بازم میریم سراغ اون لا اسپانیش که جلسه قبل در موردش صحبت کردیم، یعنی لا مینور، سول ماژور، فا ماژور و می ماژور. بریم ببینیم این داستان این چهار تا آکورد چیه که تمام آهنگسازا، تمام خواننده‌ها تو این چهار تا آکورد آهنگای هیت دارن و کارهای نوستالژی باحال دارن. بریم سراغش. در ابتدای صحبتم تاکید کنم که بچه ها کانال یوتیوب منو سابسکرایب کنید. چرا؟ چون که من آموزش‌های مختلف میذارم که خیلیاتون نمیدونید. مثلا طرف میگه شما مگه آموزش گیتار هم داری؟ مگه آموزش آواز هم داری؟ صدا سازی هم داری؟ بله. شما به محض اینکه سابسکرایب کنید برای شما نوتیفیکیشن میاد آقا آرش آرت فروشان فلان آموزشش اومد. و یه کمکی هم به کانال من میشه، البته اینو بهتون بگم، برای اینکه زودتر به مانیتایز برسه و مثلا رشد کنه. در کنار این لایک هم حتما بکنید بچه ها، لایک کنین، کامنت بذارین. بالاخره اینا باعث میشه که من انگیزه بگیرم، روحیه بگیرم. وقتی میام میبینم مثلا یه ویدیو یه عالمه ویو خورده ولی لایک نشده زیاد، خب ناراحت میشم دیگه. میگم مثلا چی شده، دوستش نداشتن؟ پس چرا دیدن؟ اگه دوستش نداشتین چرا دیدین؟ چرا میان بعدی هم میبینین اگه بازم دوستش ندارین؟ یا حالت بدی به آدم دست میده. نه فقط ویدیوهای منو، ویدیوهای دوستانم هم همینطور. کلا توی یوتیوب بذارین یه فرهنگ قوی تری با ما همراه باشه. خب بریم سراغ آهنگ فریدون فروغی عزیز. ببینید بچه‌ها خیلی جالبه، آهنگ قوزک پا. بیایم آنالیز کنیم ببینیم چیکار کرده. دو تا خط ملودی داره. خیلیاتون جلسه قبل از من پرسیده بودین که آرش خط ملودی چیه؟ بست بده یه ذره بازش کن صحبت تو چشم. خط ملودی یعنی یه تعداد آکوردی که ما پشت سر هم می‌ذاریم، یه چارچوب، یه قانون درست می‌کنیم و روی اون مثلا یه بیت، دو بیت، سه بیت رو شروع می‌کنیم خوندن و تکرار کردن. هر اون 4 تا آکورد یه بیت رو میرم. 4 تا آکورد دوباره یه بیت دیگه میرم. بعد وقتی مثلا میرسم به بخش دیگه ای از آهنگم، ترجیبند یا مثلا کراس، ترجیبند کراس یا مثلا ورس بعدیمون، توی ورس بعدی میام اون 4 تا آکورد رو جاشو عوض میکنم یا یه آکورد جدیدی بهش اضافه میکنم، کم میکنم، یه قانون جدید میچینم، اونم میشه یه خط ملودی. بازم الان میشه براتون توضیح میدم. مثلا در شروع آهنگ قوزک پا ما 4 تا آکورد لا مینور، سول ماژور، فا ماژور و می ماژور رو طبق همون قانون لا اسپانیش پشت سر هم میگیریم. ببینید میگیم دیگه این قوزک پا یاری رفتن نداره. دوباره بیت اول تموم شد، نگاه. لبای خوشیدم حرفی واسه گفتن نداره. عذرخواهی میکنم، مصرع. مصرع اول و دوم، مصرع اول لا سول فا می، مصرع دوم دوباره لا سول فا می. حالا نگاه کنیم مصرع سوم. چشای همیشه گریون آخه شستن نداره. دوباره تن سردم دیگه جایی. بعد دقت کنید یه ریتم دارم آکورد عوض میکنم، یعنی این قانونی که آهنگساز گذاشته. اوکی، یعنی اومده هر یه آکورد رو یه ریتم زده و مصرعه رو توی اون 4 تا آکورد جا داده. ما به این میگیم خط ملودی اول، کراسمون به قول من، ببخشید ورسمون، ورس اولمون با خط ملودی اولیه‌مون که همش داره از یه 4 تا آکورد پشت سر هم با یه ترتیب مشخص تبعیت میکنه. این شد ورس اول و خط ملودی اول ما. خب
حالا فریدون فروغی رفت جلو، دید اوکی قشنگ شد ایول، اما من نیاز به یه پرتاب دارم، نیاز به یه کراس ترجیبند باحال دارم، یه تکونی به شنوندم بدم. به اینجا که رسید دیگه شنوندم داره خسته میشه، خوشش اومده ها ولی دیگه داره خسته میشه، میگه خب دیگه داره تکراری میشه، حالا میام اون شوک قشنگه رو میدم، اینجا ترجیبند رو میارم تو. یه سیاست باحالی به خرج داده، اومده شابیتش رو هم تو بیت اول خونده، دیگه این قوزه که پا یاری رفتن نداره، هم اومده توش بیت اول شروع آهنگ خونده که اصلا سریع جذب کنه مخاطبو، هم اومده توی ترجیبن رو همین تاکید کرده، یعنی اومده آکوردا رو برعکس کرده، خط ملودی جدیدی درست کرده رو همین بیت و اینو کرده ترجیبن کراس، یعنی اون بیتی که قراره هی تکرار کنه و شنونده بعد از یه مدت حفظ بشه و روی اون کراس همیشه یاد فریدون فروغی بیفته و این آهنگ. چیکارش کرده این دفعه؟ چه بگه لا سول فا می، بگه می فا سول لا، برعکس میره. نگاه کنید بچه‌ها خیلی جالبه، این یک خلاقیت عالیه که این آدم به خرج داده. حالا برعکس میگه دیگه این دیگه این قوزک پا یاری رفتن ندونه. دیدین چی شد؟ برعکس شد. ببخشید من یه لحظه مثلا ممکنه یه وقت خارج شم از ملودی اینا، واسه که دارم صحبت میکنم خیلی کار سختیه واقعا، حالا تا خودتون این کار انجام ندیم متوجه نمیشید. ببین چی شد بچه ها، یه اتفاق افتاد، خط ملودی عوض شد، یعنی به جای اینکه لا سول فا می شد می فا سول لا، پس خطمون عوض شد، خط جدید و کراس. یه اتفاق جالب تو ملودی افتاد، اینم دقت کنید، بیاین با همون بیت اول مقایسش کنیم چون همه شبیه هم بود ورسمون دیگه. اینجا از بالا یه جورایی شروع کرد رسید به پایین، ببین دیگه این قوزک پا یاری رفتن نداره، صدا نگاه کنید از سر اومد رسید به اینجاها به صدای میانی، ولی توی ترجیبن از صداهای مثلا میانی به پایین شروع میکنه میره به سر. نکن دیگه این قوزک پا یاری رفتن نداره. دیدین چی شد؟ من رفتم بالا برعکس شد، یعنی هم آکوردا برعکس شدن، هم خط ملودی، هم خوندن خواننده، همه چی برعکس شد و این خودش جذاب کرد این آهنگو. وقتی ترجیبن تموم میشه دوباره برمیگره به خط ملودی اول، یعنی چی آرش برمیگره؟ یعنی که دوباره این کراس قبلی، این ورس قبلی اسخای میکنه، دوباره یه ورس جدید میخونه ولی با شعر جدید. این آهنگ سه تا ورس داره و یک تونه کراس که همش بعد از این ورسا داره تکرار میشه. ورسای ما همش لا سول فا می، دوباره دفعه بعدی ناکو میگه میخوام از دست تو از پنجره فریاد بکشم لا سول فا می، دوباره بعد میره توی کراس داد میزنه دیگه، این قوزک پا میره بالا اوج میگیره، داد میزنه غلطه، اوج میگیره و دوباره توی ورس بعدی دوباره برمیگره پایین، دوباره میاد میگه بزا من تنها باشم میخوام که تنها بمیرم، دوباره برمیگره به پایین خط ملودی اول. پس این آهنگ کلن دو تا خط ملودی داره، لا سول فا می، می فا سول لا. خب این جلسه میخوام در مورد یه چیز دیگه هم صحبت کنم که خیلی جذابه، بریم ویدیو بعدی. توی این بخش دو تا نکته جذاب قراره صحبت کنیم. یک، این که میخوام بهتون بگم که بچه ها اوورتوار یعنی چی، ملودی یعنی چی. فریدون فروغی اومده یه اوورتوار خیلی ساده ولی جذاب با سینو هنگ درست کرده، یعنی قبل دیگه اصلا خواننده بیاد تو شروع کنه خوندن بزنه زیر آواز، میاد یه ملودی، یه چیز خوشگل واسه گیتار، واسه ویالون، واسه ساکسیفون، هر سازی که قراره باشه درست میکنه واسه اولش، که مثلا ساز یه حرفی بزنه بعد خواننده وارد شه. همیشه اینجوری نیست، این قانون، اینا قانونای همیشگی نیستن، اصلا تغییر این قانوناست که آهنگو جذاب میکنه. یعنی یه وقت یه نفر با صدای خواننده میاد تو، یه نفر اصلا با یه آکامپانیمنت یا آکورد فقط میاد تو، یه وقت یه نفر یه ملودی مثلا این آهنگ میسازه بعد میاد تو، مثلا میبینید از رو آکوردا داره میسازه. حالا خیلی میگن آرش خب مثلا ما نمیدونیم اینو چجوری باید بسازیم، مثلا اگه مثلا اینجوری بزنیم خراب شد که، اینو نمیدونیم. آفرین، اینجا میخوام بهتون بگم چه ارزشی داره اون آموزش تئوریکی میخوام براتون بذارم. من از کجا میدونم اینو نباید بذارم اینجا، اینو باید بذارم اینجا؟ با دونستن گام آهنگ. میدونم تو گام لا اسپانیش لا مینور، مثلا لا خود لا مینور
حق ندارم برم روی نوت میوه مول. میگه او اصلا ما نوت بلد نیستیم. بچه‌ها بیاین تو آموزش‌های تو همین آموزش‌های آهنگسازی قدم‌های زوج رو ببینید که در مورد تئوریه. تمام اینا رو من براتون توضیح دادم. اینش جذابش میکنه. حتی هنوز توضیح ندادم. دارم میرم جلوی اینه قرار از جلسه آینده. هی فعلا دارم آکوردو میگم. بعد وارد گام میشم. بعد وارد مودها میشم. خیلی سری باحالی قراره بهتون یاد بدم. خلاصه قراره کلی کیف کنیم با هم دیگه. بنابراین اون صورتی‌ها رو هم ببینید. حتی میتونن آموزش بچه‌ای که آموزش گیتارم رو نمی‌بینن میتونن آموزش گیتارم رو ببینن که اصلا گیتارم یاد بگیرن سازم باش بزنن. خب حالا بریم سراغ این که بچه‌ها ما بدون گیتارم میتونیم اینو بسازیم. ساده‌تر یه ذره. ولی خب اونقدر دستمون هم باز نیست. نگاه کن بچه‌ای که گیتار بزنم میگم لا 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 لا. بعضی از آهنگسازا بدون اینکه مثلا ساز تخصصی حرفه‌ای باشن همین با این لا 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 آهنگشون رو میسازن و بعدم نوتشو مینویسن و میدن دست نوازنده. بعضی وقتا نوت توانایی ندارن بنویسن، همین لا 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 رو توی استودیو میگن و نوازنده با سازی که داره اینو اجرا میکنه. حالا نسبت به اینکه اون ملودی کششیه یا تقت استکاتو مثلا ساز انتخاب کنه، گیتار باشه، ویولون باشه، اینا تخصصی تره. خیلی تو آینده در مورد اینا قرار صحبت کنیم با هم دیگه که چه جوری ساز انتخاب کنیم مثلا واسه نوازنده. خب بریم سراغ این که ما چه تمرینی باید این هفته انجام بدیم. تمرینمون چیه؟ مثل جلسه گذشته که گذاشته بودم براتون، قدم‌های فردمون بچه‌ها تمرین داره که عملیه. میخوام تو این دوتا خط ملودی یعنی لا سول فا می، می فا سول لا شما آهنگ بسازین. چه جوری؟ قرار شد بریم یه ترانه جدید پیدا کنیم که آهنگی روش نباشه که ما بتونیم روی اون حسمون رو پیاده کنیم با یکی از ریتمایی که بلدیم، حالا دو ماژوره، 6 و 8 نمیدونم اسپانیش هر چی. مهم خط آکوردیمونه، این تعداد آکوردامونه، ریفمونه که مثلا میگه لا سول فا می. دو تا خط ملودی واسش درست کنیم، یه ورس و یه ترجیبن، بعد برای دوستامون اجرا کنیم. من در آینده میخوام بچه‌ها لایو بذارم توی یوتیوب در مورد آهنگسازی و همتون رو دعوت کنم. الان فعلا زوده، یه حداقل 10 جلسه یه ترم بریم، بعد من لایو میذارم و دعوتتون میکنم، میگم بچه‌ها چی ساختین بیاین برای دوستاتون اجرا کنین و همه نظر بدین در مورد آهنگایی که ساختین. حتی خودم هم آهنگامو بهتون ارائه میدم، میگم بچه‌ها منم اینو ساختم با همین ریف، مثلا با همین آکوردی که یاد دادم منم این آهنگو ساختم، بیاین نظر بدین ببینیم آهنگ کی مثلا قشنگه، چه جوری ایرادای همدیگه رو بگیم. مثلا بگی آرش اگه اینجا مثلا میمدی پایین قشنگ‌تر میشد، آرش اگه میرفتی بالا قشنگ‌تر میشد، آرش اگه اینجا مثلا این آکوردو نمیگرفتی اون یکی رو میگرفتی قشنگ‌تر میشد. قراره اینا رو با هم دیگه حسابی گپ و گفت کنیم و حال کنیم با هم دیگه، آهنگای هم دیگه رو آنالیز کنیم. بنابراین بچا تمرین کنید. آها اینم بهتون بگم، حتما واجب نیست که اول بسازین لا سول فا می خط اولو بعد خط دوم می فا سول، نه میتونی اصلا برعکس کار کنی، اول بگیر می فا سول لا خط اولو بسازی، لا سول فا می مثلا خط دومو بسازی. چون اینجوری هم آهنگ داریم ما، مثلا نگم الان من می ماژور هم میتونم شروع کنم ولی یه آهنگ دیگه است. ببینید برای امتحانی میخوام یه مثال ساده بزنم، بعدن این آهنگم جزء آهنگایی که بستش میدیم. مثلا میگه چشمای منتظر به پیچ جاده، دلهوره های دل پاک و ساده. از می ماژور رفتم رو فا ماژور، قصه عوض شد و ریتم چهار چهار. یا مثلا هوای خانه چه دلگیر می شود گاهی، می به فا. ورس هم اینجوری شروع کردم، کوراس اصلا یه شکل دیگه است. دمتون گرم، موفق باشین. قرار این جلسه ها خیلی جذاب باشه، یادتون نره سابسکرایب کنید.